سلام میکنم بهت از یه هفته خیلی وحشتناک و خسته کننده ای که داشتم و گذروندم و فکر کنم تا یه هفته دیگه هم بازم همین خستگی رو خواهم داشت، چون دارم خونه رو عوض میکنم. بعد از ماراتون ما بعد یه روز استراحت اومدم خونه، مسائل رو جمع کردیم و دیشب نصف بیشترش رو بردیم. الان فقط تخت مونده و یه سری مسائل کوچیک. بله، من خیلی خوشحالم. گیتی خانم، چه حسی داری میخوای خونه رو عوض کنی؟ به بیننده های محترم بگو این صدای آسانسور میشنوه باید بره جلو در. انگار همه میخوام بیان خونه ما. میخوایم حستو بگیم از اینکه میخوای خونه رو عوض کنی. چه چیزی داری؟ قبولش بلم. چه چیزی داری؟ سلام کن. بگو سلام. سلام کن. بگو چطورین؟ بگو خیلی خوشحالم که میخوام خونه ما عوض کنم. بیشتر شلوغی کنم. بیشتر همه جا رو بریزم به هم. بگو دیگه. به خاطر تو داریم خونه رو عوض میکنیم. همه خونه رو زدی به هم. هی شلوغی میکنی، همه چی رو میندازی پایین. بگو. تایید کن. بگو آره من این کارو میکنم. من شلوغم. جان. خب جونم براتون بگه که بعد ماراتون من الان 4 روز گذشته و هنوز همه جای بدنم درد میکنه، نمیتونم قدم بردارم، انگشتای پام افتضاحه، کشال ایرانم افتضاحه، کمرم بود. بعد با این وضعیت ما داریم الان اسباب کشی هم میکنیم، اما خوشحالم دیگه. داریم میریم یه خونه بزرگتر، تمیزتر، نوتر. خب نمیدونم که این خونه ای که من توش زندگی میکنم و شما دیدین یا نه، توی یکی از ویدیوهای خیلی قبل ترم هست، اما خب وقتی که خواستیم کامل خالی کنیم میام و کامل نشونتون میدم که من یه سال کجا زندگی کردم. من امروز روزای پنجشنبه کلاس ندارم، دانشگاه ندارم، ولی کل روزم فوله، یعنی هیچ تایم خالی ندارم. الان ساعت 10 باید برم نوبت دکتر دارم، من ساعت 7 صبح، بعدش یه نوبت دیگه دارم توی یه سازمانی، بعدش دوباره یه اپایتمنت دیگه دارم یه جای دیگه ساعت 3، و اینکه همین. بعدش میخوام برم خونه جدید یکم جا تجو کنم، چون فعلا برقش فصل نشده، 2-3 روز طول میکشه. خب باید تو روز بریم کارم انجام بدیم. هیچی دیگه، بریم که این روز سخت رو شروع کنیم. اینو یادم رفت بگم، خونه خالی شده و هوا هم سردتر شده، خونه خیلی سرده. ما دیشب همه وسایل رو فقط تا تونستیم برداشتیم بردیم، چون دیگه نمیتونستیم دوباره یه بند دیگه بیاریم یه روز دیگه. و این که من لباس ندارم، الان از همون اومدم بیرون فقط بلوز تنمه. اینقدر هم سنه دارم یخ میزنم. اوکی قربونت برم جوجه کوچولو. جوجه کوچولو، تو جوجه کوچولوی منی؟ آره؟ شیلم سپید برفی، خوشگل ترین موجود روی کره زمین، خوشگل ترینی، خوشگل ترین، میدونی؟ میدونی یا نمیدونی؟ اوف جان جان جان، خوابه از نزدیک ببینید. اوی جانم قربونت برم صورتی سفید برفی.
تجربه خوبیه. شب که وسایلامون رو بردیم، همه وسایل رو بردیم، سشوارم بردیم دیگه، سشوار نداشتیم. امروز صبح تموم کردم، موهام خیسه، الان یکم زودتر اومدم، یعنی یه 40 دقیقه زودتر رسیدم به بیمارستان. بعد رفتم یه کافی خریدم با یه دونه کلوری. یه مدت خیلی عاشق کلوری شدم و زیاد میخورمش. چرس. چقدر عاشق آفتابم، آفتاب گرم تابستون نه، آفتاب پاییز. دل تو دلم نیست برای خونه جدید. حالا یه قسمتی از جمع کردن وسایل دیشب رو نشونتون میدم. یه تایم لپس کوچولو گرفتم. خیلی خسته شده بودم کل روزو، اما دیگه مجبور بودم، باید جا به جایی میشد. من و کیتی خانم با هم خونه رو جمع کردیم. من خودم فکر میکردم هیچ چی ندارم، ولی الان دو روز ما همش داریم اسباب کشی میکنیم و تموم نمیشه. خیلی خستم، خیلی عصبیم، چون برق نداره. الان نمیدونم تو تاریکی باید چی کار کنیم و معلوم هم نیست که برقش وصل میشه، احتمال داره چند روز طول بکشه و نمیدونم چی کار کنم. نمیدونم. بیا پایین، نگاه کن کیتی. فقط وضعیت رو ببین دیگه، سری آخره و داره تموم میشه. اینم کیتی خانومه. کیتی چی شده؟ کجا میری؟ قرارداد کارم رو امضا کردم، خیلی خوشحالم. یس. خونه کامل خالی شد و میخوایم تحویلش بدیم.
میخوام یه خدافظی کنیم با خونه قبلی. هستی؟ بریم. بریم که وارد شد. در ویدیشه، یوتیوب. کیتی خانم دستمه که فرار نکنه. برو. نری. اینجا یه راه روی کوچیکه. اینجا دستشوی همومه. این پرده رو خودم خریده بودم ولی دیگه جاش میذارم. اینم استیکری که زدم رو در. البته در شکسته بود به خاطر اینکه شکستگی در معلوم نشه اینو زده بودم روش. بعد اینجا آشپزخونه است. آشپزخونهش خیلی کوچیک بود، یعنی یه مترم نمیشد. اینجا گازینا گذاشته بودم، اینجا اگه دو نفر می اومد می خوردیم تو سر و صورت هم. بعد فقط همین اتاق بود. این آینه هم مال منه، می خوام جاش بذارم، نمی خوامش. تو جامبو خریدم. آینهش اصلا خوب نیست، آینه واقعی نیستش و پهن نشون میده. خب دیگه منم نمیخوامش، میخوام یه دونه جدید بخرم. این کمد مال خود اینجاست و کولر طبیعی. از این پنکه سقفی هست. اینجا هم تلویزیون رو بست کرده بودیم که کندیمش، حالا پیچ نداریم. اینو باز کنیم، باید فردا بیم. اینجا هم یه بالکن کوچیک بود. اول نفر باید همه جا باشه. اول نفر یه بالکن کوچولو. اینجا هم که تاریکه. کیتی، کیتی بیا تو، بیا بریم تو. میاو چی، بیا بریم. شوفاژ هم داشت ولی کار نمی کرد، فقط نقش دکور داره. و اینجا هم دیگه پنجره است. یعنی کلا خونه 28 متر 29 متره. خب این خونه برای من خیلی خوب بود، موفقیت خیلی زیادی توش به دست آوردم. با همه بدیا و خوبیایی که داشت دوستش داشتم، با این که خیلی کوچیک بود. خب همه آدما از جایی که میخوان شروع کنن، آدمایی که مثل من از صفر شروع میکنن، قطعا باید از جای کوچیکی شروع کنن تا بتونن به اون بالاها برسن. باید زحمت بکشی، باید سال به سال خودتو ارتقا بدی، هر سال از سال قبلت بیشتر چیز یاد بگیری. و اینکه خیلی خستم، نمیخوام زیاد از این بیشتر از این حرف بزنم، فارسی کم بلد. هیچی دیگه. در کل اگه بخوام توی جمله بگم، این خونه برای من خیلی خوشیون بود. خیلی از سریعتون همه وسایل رو جمع کردیم. یه شب تنها بود تو خونه، دیوونه شد. خدا بزی کن، خدا بزی کن با خونه. گاز میگیرد از سبانگیت. خب برو پایین، برو. خب یه خدافزیه. خب بکنیم با خونه. امیدوارم خونه جدید یه خونه خیلی خوشیوم تر باشه از اینجا و موفقیت های بیشتر توش کسب کنیم با هم دیگه. پنکه رو که دیدیم دیگه خیلی زیاد خستم. اصلا بعد از ماراتون هیچ استراحتی نداشتم. خونه جدید هم برق نداره و معلوم نیست کی صدام تکون میده. یا همون بخونم براتون میده. هیچی دیگه، خدا بزی کنیم با خونه با هم دیگه. خونه موچیلی من خیلی دوست دارم. امیدوارم از یه نفره بعدی که میاد توی خونه
همینجوری که برای من خوب بود برای اونا خوب باشه، بهترین آرزوها رو دارم، هم برای خودم، هم برای کسی که میخواد بیاد اینجا و هم برای شما. خیلی دوستتون دارم. جدید دوست نداری؟ کیتی؟ برق نداریم، مجبوریم تو تاریکی بشینیم. کیتی؟ کیتی؟ داره همه جا رو سرچ میکنه ببینه چیه.